عیدی، بوی توپ، بوی کاغذ رنگی، بوی تنده ماهی دودی وسط سفره نو، بوی یاسم جانماز ترمه مادر بزرگ، با اینا زمستونو سر میکنم، با اینا خستگیمو در میکنم. سلام سلام، سال نوتون مبارک. من احسان هستم و شما صدای من رو از رادیو انرژی مثبت، رادیو ای پلاس، در کست باکس یا شنوتو و اپلیکیشن های دیگر دارید گوش میدید. این اولین اپیزود و اولین قسمت در سال 99 از سری پادکست های من هست. ممنونم که دارید گوش میدید. سال نوتون خیلی مبارک. امیدوارم که سال 99 سال بسیار خوب و بدون هیچ گونه بیماری و مریضی براتون باشه و پر از شادی و سلامتی. سال 99 رو برای خودتون به بهترین شکل بسازید و از خداوند آرزومندم که سالی پر از شادی و سلامتی و پر از پول براتون باشه. خیلی متشکرم که همراه هم هستین. اگر میخواید از من حمایت کنید، همین الان دکمه سابسکرایب رو در کست باکس و در شنوتو دکمه دنبال کردن رو بزنید و در اپلیکیشن های دیگر هم منو سابسکرایب کنید. فقط کافیه که اسم احسان مجدی یا رادیو انرژی مثبت رو سرچ کنید و اون دکمه سابسکرایب رو فشار بدید. خیلی متشکرم، با من همراه باشین. سال نوتون خیلی مبارک. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، از پا و سر بریدی، بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا. در این اپیزود میخوام براتون تاریخچه و آداب و رسوم عید نوروز رو بگم. خیلیاتون شاید بدونید، خیلیاتون هم شاید ندونید. اگر میدونید اصلا نیازی نیست به این پادکست گوش بدید، اگر نمیدونید حتما گوش بدید، چون خیلی چیزای جذابی برای آداب و رسوم عید نوروزمون دستگیرتون میشه. حتما تا انتها گوش بدید. عید نوروز در ایران اولین روز از سال نو و مصادف با یکم فروردین است. جشن نوروز ریشه در ایران باستان دارد و مراسمی است کهن با تاریخچه غنی که از دوران قدیم به یادگار برای من باقی مانده است. این روز در ایران و افغانستان نوید دهنده سال جدید است. نوروز در کشورهای مثل تاجیکستان، روسیه، ترکمنستان، هند، پاکستان، قرقیزستان، سوریه، عراق، گرجستان، جمهوری آذربایجان، آلبانی، چین و ازبکستان تعطیل رسمی است و مردم به جشن و پایکوبی می‌پردازند. ما این جشن باستانی و کهن را از اقوام مختلفی در منطقه به ارث برده‌ایم. جشنی که با رنگ و بوی ویژه هویت ایرانی گرفته و نماد پیوند اقوام و مردمان ایران است. نوروز را شروع رستاخیز طبیعت، موعد رویش و تولد نباتات می‌دانیم و باورمان بر این است که همگام با طبیعت ما نیز باید روزگار نو و تازه‌ای را با روح و روان تازه و پوشیدن لباس نو آغاز کنیم. شروع جشن نوروز با اعتدال بهاری همزمان است. موعدی که خورشید در حرکت ظاهریش در ابتدای برج حمل استوای زمین را قطع می‌کند و ساعات روز و شب با هم برابر می‌شود. در تقویم خورشیدی لحظه تحویل سال اولین روز هرمز روز یا اورمزد روز از ماه فروردین شمرده می شود. اگر زمان شروع سال قبل از ظهر یعنی نیمه اول شبانه روز باشد، همان روز نوروز است و اگر بعد از ظهر باشد، فردای آن روز نوروز شمرده می شود. در گاه شمار میلادی نوروز بیشتر در 21 یا 20 و به ندرت در 22 مارس اتفاق می افتد. چون در ایران و افغانستان تقویم هجری خورشیدی استفاده می شود، نوروز سرآغاز سال نو است. ولی در کشورهای آسیای میانه و قفقاز به خاطر استفاده از تقویم میلادی، نوروز به عنوان آغاز بهار جشن گرفته می شود و سال نو تلقی نمی شود.
واژه نوروز از زبان فارسی میانه گرفته شده که ریشه در زبان اوستایی دارد. مورخان معادل اوستایی آن را نواکا، رواکا حد زده اند. امروز در فارسی این واژه برای دو معنی استفاده می شود. نوروز عام، روز آغاز اعتدال بهاری، برابری شب و روز و آغاز سال نو. نوروز خاص، روز ششم فروردین با نام روز خرداد. ایرانیان باستان از نوروز به عنوان نواسردا یعنی سال نو یاد می کردند. مردمان ایرانی آسیای میانه در دوره های سعدیان و خوارزمشاهیان نوروز را نوسارد و نوسارجی به معنای سال نو می خواندند. به عقیده احسان یارشاتر، بنیانگذار دانشنامه ایرانیکا، با توجه به قواعد آواشناسی نگارش این واژه در الفبای لاتین به صورت نوروز NOWRUZ توصیه می شود. وی در این رابطه تلفظ فارسی را مبنا قرار داده است. امروزه در نوشته های یونسکو و بسیاری از متون سیاسی این شکل از املا استفاده می شود. منشأ و خاستگاه نوروز به درستی معلوم نیست. در برخی از منابع آن را به بابلیان نسبت داده اند. بر این اساس شروع برپای جشن نوروز در ایران به سال 538 قبل از میلاد، یعنی زمانی که کوروش بزرگ به بابل حمله کرد، برمی گردد. در برخی منابع نیز زرتشت بانی این رسم معرفی شده است. نوروز در دوره اشکانیان و ساسانیان هم گرامی بود. در دوره ساسانیان نوروز دست کم 6 روز طول می کشید و به دو دوره نوروز کوچک و نوروز بزرگ بخش بندی شده بود. اسم دیگر نوروز کوچک نوروز عامه بود و برای 5 روز از 1 فروردین تا 5 فروردین طول می کشید. روز ششم که به خرداد روز مشهور بود، نوروز بزرگ یا نوروز خاصه نامیده می شد. هر روزی که فرا می رسید، دسته از طبقات مردم به درگاه شاه می رفتند و شاه به حرفایشان گوش می داد و برای حل و فصل مشکلاتشان دستوراتی صادر می کرد. نوروز تنها در ایران و افغانستان ولی به شکل متناوب جشن گرفته می شد. پس از فروپاشی جماهیر شوروی، کشورهای نظیر قرقیزستان، آذربایجان و سپس دیگر کشورها نیز نوروز را جشن ملی خود اعلام کردند. در دوران شوروی برگزاری این جشن ممنوع اعلام شده بود و برای همین اقوام مختلف مخفیانه این جشن را برپا می کردند. از طرفی مردم برخی از مناطق برای متقاعد کردن مقامات محلی نامهای دیگر برای نوروز انتخاب می کردند. مثلا در تاجیکستان سعی کردند با انتخاب نام جشن لاله یا جشن 8 مارس بدون مخالفت دولت مرکزی نوروز را پاس بدارند. همچنین در دوران حکمرانی طالبان در افغانستان به دلیل رسمیت داشتن تقویم قمری کسی حق برگزاری نوروز را نداشت. ترکیه هم تا قبل از سال 2000 این جشن را که برای کردها همچون نماد نیرومندی از هویتشان بود ممنوع کرده بود. در سالهای اخیر خوشبختانه نوروز جهانی شده است. مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2010 با تصویب قطعنامه‌ای 21 مارس برابر اول فروردین را روز جهانی نوروز نامگذاری کرد. مجمع عمومی سازمان ملل نوروز را که ریشه ایرانی دارد در تقویم خود ثبت کرده است. در تاریخ 8 مهر 88 سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو نوروز را به عنوان میراث جهانی به ثبت رساند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 4 اسفند 1388 برابر با 23 فوریه 2010 روز 21 ماه مارس را به عنوان روز جهانی عید نوروز به رسمیت شناخت. در متن تصویب شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل، نوروز جشنی با ریشه ایرانی و قدمتی بیش از 3000 سال توصیف شده است که امروزه بیش از 300 میلیون نفر آن را جشن می‌گیرند. در تاریخ 7 فروردین 89 نخستین دوره جشن جهانی نوروز در تهران برگزار و این شهر به عنوان دبیرخانه نوروز تعیین شد. پس از آن در سال 1391 برای نخستین بار نوروز را در صحن عمومی سازمان ملل و یونسکو به میزبانی ایران جشن گرفتند و بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل به این مناسبت پیامی صادر کرد. پهن کردن سفره عید نوروز نیز رسمی مشترک در مراسم نوروز است. عناصر این سفره که در ایران سفره هفت سین نام دارد به دو نوع تقسیم می شود. عناصری که جنبه نمادین دارند مثل سیر، سکه، سمنو، سبزه، قرآن و غیره.
عناصری که جنبه خوراکی و پذیرایی از مهمان را دارند، مثل انواع و اقسام آجیل، شیرینی سنتی یا امروزی. در قرن‌های گذشته اکثر مردم فقط سالی یک بار می‌توانستند پلو بخورند که آن هم شب نوروز بود. در این شب همه یا اکثر مردم پلو می‌پختند و از این پلوی نوروزی برای فقرا، سلمانی‌ها، حمامی‌ها، کدخدا و روحانی محل پیشکشی می‌بردند. انداختن سفره نوروزی آداب و رسومی خاص دارد و روی سفره وسایل دیگری از قبیل آینه، شمع و آب نیز می‌گذارند. ماهی و تخم مرغ رنگی نیز در این بین دیده می شوند. در کابل و شهرهای شمالی افغانستان به جای سفره هفت سین، سفره هفت میوه رایج است. میوه هایی مثل زردالو، سنجد، پسته، بادام، کشمش سبز و سرخ در این سفره قرار داده می شوند. علاوه بر این، سفره هفت شین در میان پیروان زرتشت و سفره هفت میم در نقاط مختلف فارس رواج دارد. خیلی متشکرم که تا انتها به این اپیزود گوش دادید. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. عیدتون مبارک. امیدوارم که سال 99 سالی پر از شادی و سلامتی برای همه دنیا باشه. و در انتها فقط جهت حمایت از من کافیه که دکمه سابسکرایب رو فشار بدین تا من انرژی بگیرم. و تا درودی دیگر، بدرود. عیدتون مبارک. جان پدر برقصا آمد بهار جان ها، ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا، از پا و سر بریدی بی پا و سر برقصا، ای خوش کمر برقصا. داران در چرخ او چو باران، آنجا قبا چه باشد، ای خوش کمر برقصا، در دست جام باده آمد با تن پیاده، گر نیستی تو ماده زاد شاه نر برقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا، از پا و سر بریدی بی پا و سر برقصا.